مهدی نخل‌احمدی همراه ما هستن، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا. آقای نخل‌احمدی، از شما بیشتر بشنویم درباره اونچه که امروز در زاهدان رخ داده. سلام خدمت شما. خب به هر حال مثل هفته‌های گذشته و خصوصا هفته قبل، یعنی جمعه هفته قبل، امروز هم فضای امنیتی در زاهدان بسیار شدید بود. در بسیاری از خیابان‌هایی که منتهی به مصلا و مسجد مکی می‌شد، نیروهای امنیتی اقدام به تفتیش شهروندان می‌کردند. گزارش‌های منتشر شده در رابطه با اینکه از حضور برخی از شهروندان در نماز جمعه جلوگیری کردند. همچنین بعد از نماز جمعه به درخواست آقای مولوی عبدالحمید، در واقع راهپیمایی اعتراضی، سکوت در برخی از خیابان‌های مسجد اطراف مسجد مکی برگزار شد که ظاهرا گفته شده برخی از نیروهای امنیتی در لباس بلوچ اقدام به اغتشاش کردند تا این راهپیمایی رو به اغتشاش بکشانند و زمینه برای دستگیری شهروندان رو مثل جمعه گذشته ایجاد بکنند، که البته این اتفاق نیفتاد. آقای مولوی عبدالحمید هم دو روز گذشته در یک سخنرانی اعلام کردند که افزایش خشم در میان مردم و شهروندان به دلیل حضور بی‌سابقه نیروهای امنیتی و نظامی یک مسئله هست که از طرف حکومت در حال تشدید شدن هست و اون رو ملامت کردند. و همچنین خب در چند روز گذشته ما شاهد این بودیم که نیروهای جمهوری اسلامی و رسانه‌های جمهوری اسلامی بسیار انتقاد کردند از اینکه اجازه راهپیمایی و اعتراض به شرایطی که الان در فلسطین و اسرائیل هست رو به هواداران فلسطین ندادن و این رو در واقع نقض حقوق بشر دانستن. خب بسیار از کاربران انتقاد کردن که شما از این که در راجع به این مسئله انتقاد میکنین، چرا در کشور خودتون معترضین رو به خاک و خون میکشین و اجازه اعتراض نمیدین؟ در یکی از کانال‌های ارزشی یک شهروند پرسیده بود که شما وقتی که انتقاد میکنین از عدم اعتراض در واقع اجازه اعتراض مردم در کشورهای دیگه، چرا اجازه اعتراض به مردم خودتون نمیدین؟ پاسخ ادمینش این بود که در اون کشورها برای مطالبه حق مردم به خیابان میان، اما در ایران مردم بر علیه حق به خیابان میان و باید اونها سرکوب بشن. خب این همین دیدگاهی هست که جمهوری اسلامی دارد و همچنان هم میبینیم هر جا اعتراضی هست سعی میکنه به شدیدترین شکل ممکن رو سرکوب بکنه. و با وضع امنیتی شدیدی که در زاهدان شاهدش هستیم، اینکه با وجود تمام برخوردهای خشونتبار امنیتی و بازداشت گسترده معترضان، باز هم این شرایط امنیتی در زاهدان وجود داره، این واقعا نشون دهنده چه وضعیتی در کل زاهدان هست؟ فکر نمی کنم این فقط در زاهدان باشه. ببینیم، جمهوری اسلامی به یک بنبست قطعی خورده است. یعنی آنچه که امروز شهروندان احساس میکنن در حوزه های مختلف، در حوزه های اجتماعی، در حوزه های اقتصادی، در هر حوزه نگاه بکنید، جمهوری اسلامی عملا بمب بنبست و در واقع در یک حالت فلج شدگی هست. یعنی هیچ دورنمایی در رابطه با اینکه مردم بتوانند اندک امیدواری در رابطه آینده خودشون، فرزندان خودشون داشته باشند، ندارند. به همین دلیل تنها اهرمی که جمهوری اسلامی دارد این هست که از همون ابزار سرکوب خودش، نیروهای امنیتی، نیروهای سرکوب و نهایتاً از در واقع از بین بردن شهروندان در خیابان‌ها، در زندان‌ها و امثال هم استفاده بکنه. و به خاطر همین هم هست که خب نهایتاً ما با تمام انعطاف‌ها و تمام کارهایی که آقای مولوی عبدالحمید و شهروندان نشان دادن در رابطه با حداقل مطالبه اونها که مسئله جمعه خونین زاهدان باید روشن بشود، منصفانه روشن بشود، همچنان حاکمیت با زبان الکن و تهمت زدن به این مردم برخورد کرده و جلو آمده و طبیعتاً چون پاسخی ندارد نهایتاً مجبور هست که با همین شیوه، با همین مسیر خود شد آمده. متشکرم از توضیحاتتون، مهدی نخل‌احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین.